درود بر دوستانی که این برنامه رو میبینن. بار دیگه در خدمت دوستان و بزرگان از ایران و افغانستان هستیم. جناب آقای منصور قربانی و استاد زینب بیات در خدمتشون هستیم امروز. ازشون میخوام که یک معرفی کوتاهی از خودشون داشته باشن. خانم بیات شما بفرمایید. کلمه‌ای که مرا نه صرف نه سامان آفریدند، پریشانم پریشان آفریدند. پریشان خاطران رفتند از خاک، مرا از خاک ایشان آفریدند. گفتن از خود سخت است. من زینب بیات هستم، متولد کابل و اصالتاً از غزنی افغانستان. خب غزنی هم که یکی از پایگاه‌های تمدنی به خصوص در حوزه زبان فارسی بوده و تا سالهای کودکی که خب در کابل بودم و بعد از اون متاسفانه به خاطر شرایط جنگی که پیش آمد از حوالی سال 61 مهاجر شدیم و آمدم با خانواده به مشهد و سالهای سال است که دیگه ساکن مشهد هستم و همینجا در جمع همزبانان و همدلان ایرانی در واقع در وطن دوم خود ما هستیم. از نظر کار و مشغله های فرهنگی من از سالهای پایانی دبیرستان وارد فعالیت های رادیو شدم. از همون سالها دیگه تا الان که تقریبا 27 سال میشه دیگه به عنوان گوینده، تهیه کننده و نویسنده مشغول کار بودم. سعی کردم که در جامعه مهاجرین به عنوان بالاخره یک فعال فرهنگی بتانم حضور داشته باشم و به نوع یک صدا باشم، بخصوص برای کسایی که با انواع مشکلات روبرو هستن و کلام ما و صدای ما میتونه صدای اونا باشه، یعنی انعکاس مسائل زندگی از اونا باشه، مشکلاتی که اونا دارن. و شعر نوشتم، قصه گفتم، همین. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. در کدام رادیو شما فعالیت کردید؟ رادیوی دری هست که جزء رادیوهای برون مرزی ایران است که بر افغانستان نشر میشه. بسیار خوب، ممنونم از شما. جناب آقای قربانی شما بفرمایید. منصور قربانی، من در غرب ایران به دنیا آمدم، در شهرستان ملایری که از روستاهای شهرستان ملایه. تحصیلاتی که دک کردم او منظم شناسی بوده، از لیسانس تا دکترا و الان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستم و یک مرکز تحقیقاتی به اسم مرکز پژوهشی زمینشناسی پارس آریان زمین دارم که هم انتشارات آریان زمینه داره، هم مرکز کار زمینشناسی میکنه، هم انتشارات داره و اخیراً هم یک مجله تحت عنوان مجله سرزمین های پارس آریان که همین حوزه میان رودان تا فرارودان رو میخواد تحت مطالعات خودش قرار بده و بیشتر مطالعات علوم زمین هستش. از شنیدن خانم بیات خیلی خوشحال شدم که کارهای زیادی کردن. همونطور که گفتن ما همدلان و حالا که بگیم اصلا یک وطنیم. دور زمانه ما رو از هم جدا کرده. امیدواریم که یک روزی باشه که مرزها برداشته شه و مرز فرهنگی غالب شه بر سایر مرزهای سیاسی. به هر حال در حال حاضر به مرزهای سیاسی لازم است که احترام بگذاریم و این احترام هم میگذاریم. یا خب ممنون از شما. گفتگوی امروز در مورد نوروز هست. چه زمان خوبی، چون در روزهای آینده ما جشن نوروز رو خواهیم داشت و در طبیعت از همکنون میتونیم ببینیم بوی نوروز داره میاد. در همین جایی که ما هستیم در ونکوور کانادا، دیشب هم در کنار دوستان ما یک جشن چهارشنبه سوری مختصری داشتیم اینجا، برای همینه که یک مقدار چشمای من خسته به نظر میرسه. ازتون عذرخواهی میکنم. میخواستم در ابتدا در مورد همین چهارشنبه سوری بپرسم، چون این جشنی است که پیش از نوروز ما میگیریم هر سال و چه جشن زیبایی است، چه شروع قشنگی برای جشن گرفتن نوروز که در کنار دوستان دور آتش گرده هم بیاییم و بگوییم که زردی من از تو، سرخی تو از من. اگر که در مورد معنای این جشن یا حتی معنای نام اون جشن چیزی رو میخواید دوستان بفرمایید، در خدمتتون هستم. خانم بیات. استاد قربانی شما بفرمایید و باز من از جنبه‌های دیگه در این باره صحبت میکنم. بفرمایید. باشه، بسیار خوب. اون سور به معنی جشن و مهمانی و سور دادن. ما الان هم توی فرهنگمون میگیم باید سور بدی. وقتی یک کسی فرزندی به دنیا میاره، یک جایی در دانشگاه قبول میشه، یک مدرکی میگیره، میگیم باید سور بدی. بنابراین چهارشنبه سوری با اون مناسبت داره، یعنی دید و بازدید و سور دادن و از اونجا شروع میشه. و واقعا این سور دادن یعنی جشنی که از چهارشنبه سوری، یعنی چهارشنبه آخر سال، یعنی اسمش با خودشه، چهارشنبه آخر سال، یعنی داره میره که سال نو بشه، یعنی جشن ها از همونجا شروع میشه. و آتش افروختن هست که در همه جای تمام کشورهایی که این فرهنگ رو دارن این دیده میشه. حالا شکلش ممکنه کمی تفاوت کنه، ولی همه در یک چیز مشترکن و اون آتش افروختنه.
که معمولا به طور سنتی در گذشته بوته هایی می آوردن، اون که زندگی ها ساده بود از صحرا می آوردن، آتش می زدن شب چهارشنبه سوری و از روی می پریدن، که می خواستن بگن اون کهنگی، اون خستگی، اون فرسودگی، اون ضعف با روشنایی با افروختن آتش که از روی اون پریدن دور میشه و ما میریم به یک شادابی دیگری. این در همه فرهنگای ما بود و بعد برخی جاها خب به پشت سر همین آتش افروختن یک اصطلاحی هست به اسم قاشق زنی که البته برخی جاها در شب عید انجام میگیره، برخی مکانهای ایران فرهنگی در همین شب در چهارشنبه سوری انجام میگیره که پشت قاشق میزنن با یک ظرفی دیگر که یک در حقیقت هدیه ای از همسایه یا اون در خونه که میزدن. این برخی جاها این هنوزم هست، در تهران قدیم هم بود، الان کمتر میبینم، ولی یه مقداری با توجه به این مسائلی که پیش اومده، ترقب و مسائل آتش سا و اینا، از اون حالت سنتی آتش تغییر کرده، که البته خب این خیلی مناسب نیست چون متاسفانه شوربختانه دیده میشه که آسیب‌های جوونا، بچه‌ها یا حتی بزرگسالا پیدا میکنن. یعنی اون افروختن آتش به معنی گرم شدن و به معنی شادی و به معنی سور دادن یه مقداری تندروی درش شده در برخی جا، ولی به هر حال روال خودش داره و در همه جا این جشن گرفته میشه. خب سرکار خانم بیات شما بفرمایید. میخواستم اینو بگویم خدمت دوستان که فلسفه نوروز و فرهنگ نوروز فرهنگ گسترده‌ای هست، یعنی خودش از همون ابتدای سال و شروع سال ما رو دعوت میکنه به زندگی و تغییر و تحول. و این خب از قدیم نیاکان ما جشن‌های ویژه‌ای داشتن، همچنان که استاد قربانی فرمودن که یک مجموعه جشن‌ها هست که حالا از یک هفته مانده به آخر سال شروع میشه تا او طرف سال هم ادامه داره در روزهای مشخصی و هر کدام اینا رو که نگاه می‌کنی می‌بینی که نمادی داره برای خودش و فلسفه خاصی داره. حالا ما چه خانه تکانی رو بگوییم، چه جشن چهارشنبه سوری رو بگوییم، خود آتش یکی از نمادهای زندگی هست، مثل آب، مثل آسمان، زمین و این سرسبزی و رویش و این که در چهارشنبه آخر سال مردم دور هم جمع میشن و به احترام این نماد دوباره در واقع یک نوع دور همی رو دوباره تجربه میکنن، هرچند که حالا در این سالهای اخیر متاسفانه یک مقداری شکل و فرم دیگری پیدا کرده، ولی دوباره این نماد میتونه دوباره ما رو در کنار هم دیگه جمع بکنه. و حالا اینکه تاریخش چه چیزی بوده، مسائل مختلفی گفته شده و چه بسا داستان‌ها و قصه ها و افسانه های اسطوره‌ای بسیار زیبایی در این باره هست که خودش یکی از جاذبه های نوروز هست. که ما درباره داستان‌های اسطوره‌ای نوروز خودم وقتی برای دخترم صحبت می‌کنم خیلی برایش جالب است، یعنی یکی از جنبه‌هایی است که اتفاقاً می‌تونه برای جوانان ما، برای فرزندان ما حرف برای گفتن داشته باشه و به خصوص آتش روشن کردن که خودش یک شور و هیجان خاصی داره و به خصوص از روی آتش پریدن، چه کودک ما باشه چه نوجوان ما باشه، یعنی یکی از جاذبه‌های خاص نوروز است و یکی از نمادهای نوروز که بی‌نظیر است و دوباره افراد را دور هم دیگه جمع می‌کنه. خیلی ممنونم از پاسختون. آیا این میتونه ارتباطی داشته باشه با همون داستان سیاوش در شاهنامه که از درون آتش عبور کرد و به سلامت بیرون آمد و این نشانه در واقع پاک بودن او بود؟ آیا ارتباطی به این میتونه داشته باشه یا اینکه آیا ربطی به همون قدرت پاک کنندگی آتش داره؟ چون وقتی که ما یک غذایی که ممکنه مدتی مانده باشه رو وقتی ما در آتش میگذاریم روی آتش، این دوباره آماده میشه و خوب میشه برای خوردن و همه میکروب ها اینا کشته میشه. در واقع قدرت پاک کنندگی داره آتش. آیا ما با این چهارشنبه سوری در واقع در حال پاک کردن آلودگی های سال گذشته و آغاز یک سال پاکتر و نیکوتری هستیم؟ البته گاه صحبت شده که اون روزی که سیاوش از در آتش انداختن و آتش از بیگناهیش ثابت شده روز سه‌شنبه بوده و گذر از سه‌شنبه به چهارشنبه میتونه همین باشه. ارتباطی که میتونیم با اون سیاوش بدیم اینه که بس یه حالت افسانه‌ای هست، یعنی که اون روز
سه‌شنبه بوده و پریدن اون از روی آتش بیگناهیش ثابت شده و این روز بعد از ظهر سه‌شنبه که میشه شب چهارشنبه. بانو بیاد در خدمت روز. من فکر میکنم که همه جانبه میشه به این مسئله نگریست و هم به جهت این که شما وقتی آتش روشن میکنیم این خاصیت آتش سوزاندن است. این که بخوایم آلودگی ها را بندازیم و داخل آتش بسوزانیم و یا این که از گرما و اون زیبایی شعله های آتش بتانیم به عنوان نماد زندگی بهره بگیریم و یا این را رفت بتیم به داستان های اسطوره‌ای ما و چه داستان زیباتر از سیاووش که بیگناه میبراید و در واقع از دل آتش به سلامت عبور میکنه. همه اینها را ما میتونیم در کنار همدیگه جمع داشته باشیم، میتونیم اینا را به زیبایی به عنوان یک مجموعه در کنار هم قرار بدیم و در این جشن چهارشنبه سوری و این تعابیر مختلفش را در کنار هم داشته باشیم و چه بسا حتی اگر از دید یک کسی که شاعر هست به یک مسئله نگاه بکنیم، ممکن است که از یک جنبه دیگه از یک زاویه دیگه به این آتش روشن کردن نگاه بکنه و یک تعبیر تازه از دل این آتش در بیاره. اگر موافق باشین من غزلی هست از بیدل، باردیف آتش، و اتفاقا خودمم دیروز ناگهان به یاد این غزل افتادم و این غزل رو با هم دیگه مرور بکنیم. حتما بفهمید. میگه که دل به یاد پرتو حسنت سراپا آتش است، از حضور آفتاب آینه ما آتش است. پیکر ما همچو شمع از گریه شادی گداخت، عشق هر جا بنگری آب است و اینجا آتش است. عشقی که همه جا آب است ولی وقتی میای با پایشم اینجا دیگه شور و حرارت آتشگونه رو داره. تا نفس باقی است عمر از پیچ و تاب آسوده نیست، می تپد برخیشتن تا خار و خس با آتش است. مثل عمر ما که وقتی نفس می کشیم در پیچ و تاب است، در واقع مثل خار و خسی که در آتش وقتی که داخل آتش خار و خس میندازی به خود میپیچه، در واقع مثل عمر ما هست که چنین تعبیر مولانا بیدل داره. میگه که عشق می آید برون گروا شکافی سینم، چون تلسم سنگ نام این معما آتش است. شمع تصویریم از سوز و گداز ما مپرس، پرتوی از رنگ تا باقی است در ما آتش است. و بیت آخر که میگه نیست بیدل بی قراری های آهم بی سبب، که از دل گرمم نفس را در ته پا آتش است. احمد بسیار زیبا بود، ممنونم از شما، خیلی ازتون ممنونم. و همونطور که گفتید معانی مختلفی میتونه داشته باشه همین آتش، از جمله این که آتش در واقع نور هست و نور هم اشاره داره به خداوند دیگه و اشاره از اون جهت هم به پاکی داره و آتش، و ما در کنار آتش گرما میگیریم. گرما هم باز یک چیزی است که نشانه زندگی است و از همه جهت آتش واقعا یکی از زیباترین نشانه ها و سمبول های زندگی است. گفتگو رو در این قسمت ببریم به سمت خود نوروز. نوروز که جشنی است که بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان اون رو جشن میگیرن و قدمتی بیش از 3000 سال داره. در ابتدا میخوام از استاد قربانی بپرسم در مورد تاریخچه نوروز. با درود مجدد. واقعیت این که در مورد تاریخ نوروز دقیق مشخص نیست از کی آغاز شده. همونطور که شما گفتی واقعا بیش از چند هزار سال هست. معتقدن که در آیین میترائیسم ریشه داره، در آیین زرتشت ریشه داره، ولی چون میترائیس بیش از زرتشت بوده و یک واقعیتی هست که نسبت میدن به جمشید پادشاه بیشتادیان که اون روزی جمشید از دماوند یک روزه تا بابل مسافرت میکنه و پس از تحولات سیاسی اجتماعی که در جامعه میده و چون یک روزه امرا را میپیماید و اون روز روز آغاز سال و روز نوروز بوده، اون روز نوروز گفتن. البته خب این افسانه است که گفته میشه، اما یه واقعیتایی در مورد نوروز هست. نوروز بزرگترین جشن ایرانیان و بزرگترین جشن کره زمین است. بزرگترین جشن، حالا شما فرمودید 300 میلیون، بله، به حال به هر حال از سیهون و جیهون، یعنی از کشورهای خراسان بزرگ، از تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، بخش بزرگی از ازبکستان، حتی
قزاقستان قسمتی، بعد میایم ایران بزرگ، میایم قفقاز، میایم غرب ترکیه، میایم بیشتر کشور عراق، به خصوص اقلیم کردستان، بخشی از سوریه که کرد هستن، در ترکیه ایالت اون استانهای کردشین، اینا همه جشن نوروز رو جشن میگیرن. اما خود وقت نوروز، یعنی این جشن در یک زمانی داره اتفاق میفته که زمان اعتدالیون چه زمانی است، یعنی درست در اون موقع که نوروز آغاز میشه، 12 ساعت روز، 12 ساعت شبه. این خیلی مهمه. وقتی که یک چیزی در فرهنگ ما هست که طبیعت ما گره خورده به فرهنگ ما، یعنی در حقیقت فرهنگ بخشیش از طبیعت میگیره. ببین وقتی ما نگاه میکنیم در این سرزمین‌های میان رودان تا فرار رودان، نور خورشید و طول سال خیلی از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زندگی مردم خیلی وابسته بوده. این 4 فصلی که ما داریم همه جای کره زمین به این وضع ندارن. این مختص میشه به این ارزای جغرافیایی که در منطقه خاورمیانه و به خصوص در همین منطقه که باز بگیم به خاطر نگیم خاورمیانه، بگیم میان رودان تا فرار رودان، در اینجا هستش که خیلی نقش داره تغییر فصل، گیاه و رشد و زندگی اقتصادی مردم. این یه مسئله هستش. یه مسئله دیگر است که یک تمدن 5000 ساله، حداقل 5000 ساله در این برهه، در این حوزه جغرافیا وجود داره. و سوی دیگر آشنایی این منطقه، مردمان این منطقه با نجوم، یعنی وقتی ما تاریخ نجوم دنیا را نگاه میکنیم، میبینیم اولین رصدخانه ها حدود 4 تا 5000 سال پیش در شهر نیمروز، یا همونجا که یه بار دیگر منم اشاره کردم که در جایی که وسط کره زمین اون زمانه اولین رصدخانه وجود داشته. یعنی این تمدن 5000 ساله، موقعیت جغرافیایی که این منطقه داره و به اضافه اون آشنایی که اینا با نجوم داشتن، با ستاره شناسی داشتن، میتونستن خوب تشخیص بدن همون اعتدالیون تغییر فصل ها را، و این مصادف شدن با این جشن نوروزه. خب البته جشن نوروز از یک سوی دیگه، جشن نوروز در 6 فروردین، این گفتیم این یک مجموعه جشنه، با چهارشنبه سوری آغاز میشه و یک تحولاتی داره که اون خانه تکانی، نوگرایی در هر شکلش، در لباس، در خانه، در خانه تکانی، خود چهارشنبه سوری، بعد قبل از این که اصلا سال جدید خلق شه، یک قدیم یک روزهایی هست بوده به اسم روزهای پنجه، یعنی وقتی سال که 12 ماه، 12 تا 30 تا که میشه 360 روز، بعد 365 روز معمولا سال، اون 5 روزه رو میگفتن جشن پنجه، یعنی 5 روز به عید مونده. یعنی واقعا این جشن از این نظر نوروز بی نظیره که باز یک روز نیست. این جشن درسته در یک برهه تاریخی آغاز اونه، قبل از آغازش این جشن ها وجود داره، بعدش هم ادامه داره تا 13 بدر که جشنی. 13 بدر یعنی این که خاتمه مجموعه جشن ها. از سوی دیگر تولد زرتشت، پیغمبر بزرگ ایرانیان، در روز نوروز یعنی 6 فروردین هستش که اونم خودش برای سر هموطنان زرتشتی هم جشن میگیره. و از این نظر واقعا نوروز بی نظیره. مراسمی هم که داره، خیلی ما حالا یه گوشش اشاره کردیم، مراسم بسیار بی نظیره، مراسم خاص خود نوروزه. حتی در بعضی از مناطق ایران هنوز اون شب نوروز تا صبح چراغشون، حتی خوابم که میرن چراغ روشن میذارن. و حتی من شاهد بودم که بعضی از روستا حتی میگن این دامای ما، دامای اهلی، نباید اون شب تاریک باشم، اون یعنی اون جایی که مکان داما، حتی اونا برای این چراغ کوچکی اونجا میبردن روشن میکردن، که این روشنایی یعنی چقدر نوروز با این روشنایی چیز داره. یعنی همه فرهنگ ما با مولان نور، آتش، گرمی و اینا همه با نوروز وابسته است. حالا اگر خانم بانو صحبتی دارم، بعد دوباره من صحبت میکنم راجع به نماداش و مسائل اون، مسائل هفت‌سینش که یکی از مجموعه هاشه که خود اون داستان خیلی مفصلی داره. من خدمت شما هست بانو. باید بفرمایید. چیز دیگری که من میخواستم از شما بپرسم، بیشتر به خاطر اینکه شما به هر دو فرهنگ مردم افغانستان و مردم ایران آشنایی دارید،
یک مقدار از اون چیزهای خاص مردم افغانستان که شما در ایران ندیدید، میخواد ببینیم که جنبه های مختلف نوروز چطور در بین این مردم افغانستان کنونی و یا همون خراسان و مردم ایران جشن گرفته، چه تفاوت هایی، چه شباهت هایی. اینها هم در میانه صحبت هاتون اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم. بله، تشکر استاد قربانی. که در مورد دیدگاه های که درباره خود تاریخچه نوروز هست و فلسفه نوروز اشاراتی داشتن، و ما میخواستم میرم بگویم که در افغانستان ما از زمان کودکی یادمه که گفتم میشد بین بزرگترها که یکی از حالا بخشی را به عنوان دیدگاه مذهبی ممکن است که به نوروز پیوند بزنن و بعضی ها ممکن است که پیوندهای ملی برش بود. تا جایی که یادمه ای هم گفتم شد بین بزرگترها که نوروز روزی هست که حضرت علی علیه السلام فرمان روایی خود و حکومت خود آغاز کرده. یکی از چیزهایی که از دیدگاه مذهبی در افغانستان گفتم شد یک چنین چیزی بود و مشابهت ها و یگانگی ها که در واقع من کلمه یگانگی رو میخوایم به کار ببرم بین فرهنگ ایران و افغانستان، واقعا یگانگی هست. و خب با توجه به حالا جغرافیا و تفاوت هایی که بالاخره مثل یک رنگین کمان یک هارمونی رنگ را در واقع ایجاد میکنه بین ایران و افغانستان، چه در قسمت لهجه چه در بعضی تفاوت های آداب و رسوم، هم این یگانگی ها مشابهت ها بسیار زیبا و جالب است و هم اون تفاوت‌ها و اون تنوع رنگ‌ها که خودش را در آداب و رسوم نشان می‌ده. مثلا به عنوان چیزی که در افغانستان بوده و من اینجا ندیدم، همین رسم سمنو پزان یا سمنک پزان هست که در تاجیکستان و در افغانستان مشترک است، که کاملا این هم جالب است که کاملا یک آیین مربوط به زنان است، یعنی زنان و بخصوص دختران جوان شب سال نو تا صبح بیدار میمانند و دیگه ظرف بزرگی را که حالا درش سمنک میپزن که دیگه او مراحل پختنش خیلی طولانی است، یعنی واقعا شب تا صبح میخواد که به اصطلاح میگن چمچه بزنن و آواز به سمنک در جوش، ما کبچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم، آوازهایی میخوانند و بعد از او دعا میکنند بالای او دیگ و کسی نظری داره، آرزوی داره. یه بسیار یعنی یک آیین که متبرک میدانند افراد و خانمها آواز میخوانند تا صبح و شور و حال خاصی داره. این رسم فکر میکنم رسم افغانستان و تاجیکستان باشه که من در ایران حالا به این شکل به شکل‌های دیگری باشه، ولی به این شکل که بسیار باشکوه هست و دست جمعی خانم‌ها حضور دارن را کمتر مشاهده کردم. رسم حالا هفت‌سین و اندازی که مشترک هست در افغانستان به شکل هفت هست که از شب قبل یا شب یک روز قبل می و هفت برگ زردالو هست، قیسی اینا را تر میکنن و صبح بانوان روز عید بانوان یک پذیرایی خاص از مهمانایی که میان پذیرایی میکنن. دیگه جشنهای دیگه رخت و لباسهای نو دخت و دوست ها و حنا کردن دست برای کودکان که یکی از خاطرات شیرین خود من هست که وقتی که شب عید میشد دستای ما را حنا میکردیم، حالا هر کسی یک شکلی را در کف دست خودش ترسیم میکرد و صبح یکی از شور و شوق‌ها و هیجانات ما این بود که بیدار شویم و بدویم طرف آب که دست ما را بشوریم و یک رقابتی بود بین ما که ببینیم دستی که پررنگ‌تر شده است، از کی خوشرنگ‌تر شده. و رفت آمده دید و بازدیدها، اصلا یک شور و هیجان خاصی در کوچه های کابل برپا می شد. مرد ها لباس های محلی که یخن دوزی شده بود و خامک دوزی شده بود می پوشیدن، خانم ها همه تو اطفال همه تو و بدید و بازدید می رفتن دسته دسته
و به قول خود ما بغل کشی و روی ماچی میکردن، عید مبارکی میکردن. واقعا حس حال خاصی داره، یعنی زندگی را دوباره به جریان میندازه، تقابل با کهنگی و روی آوردن به نو آوری، به نو شدن، نو شدن دیدارها، دید و بازدیدها و جشنهای دیگه مثل کاغذ پران بازی، یا حالا جوانها معمولا متعلق به جوانها بود، یا جشنهایی که حالا جزء ورزشهای ملی ما هست مثل بزکشی که در شمال افغانستان به خصوص رسم است دیگه، تخم مرغ بازی، تخم مرغ جنگی، نمیفهمم رسم های زیبایی که واقعا هر چقدر ما بخوایم در این باره صحبت بکنیم شاید هنوز با زمان کم بریم. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. اتفاقا بانو بیات، خیلی ما دوست داریم راجع به این چیزهایی که شما گفتیم بیشتر بدونیم، از جمله اون آوازی که گفتین در مورد در موقع سمن و پزان خوانده میشه. اگه ممکنه یک بار دیگه این رو تکرار بفرمایید، آرامتر تکرار بفرمایید، خیلی ممنون میشم. و یک توضیح کوتاهی هم در مورد بزکشی و همان بازی هایی که میگید، اگه یک توضیح کوتاهی در مورد کاغذ پران بازی، تخم مرغ جنگی، این هایی که گفتین خیلی جذاب هست، اگه که حتی خیلی کوتاه بفرمایید خیلی ممنون میشم. بله آواز که اتفاقا آهنگش هم هست، یعنی اگر به اینترنت جستجوی بکنین هم دوستان تاجیک ما به زیبایی آهنگ سمنک را خواندن و هم در افغانستان خوانده شده، میگه سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم، سمنک نظر بهار است، این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. و شعرهای دیگه مثلا دو بیتی هایی که در لابلا خوانده میشه و همی بیتی که تکرار میشه همی است که سمنک در جوش ما کپچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم. و در مورد بزکشی، یکی از آیین‌های ورزشی خیلی پرشور و هیجان مناطق شمال افغانستان به خصوص هست که دیگه این بیشتر آیین و رسم مردانه است و مردان جوان و به خصوص کسایی که پرقوت هستند و واقعا از نظر توانایی جسمی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارن، سر اسب سوار میشن و یک در واقع لاشه یک بز هست که هر کسی کوشش میکنه که بتونه او را به دست بیاره و یک رقابت بسیار جدی و تنگاتنگ شکل میگیره که بتونن او را از آن خود بکنن و از حرکت از پا هست و شور نفس ها و در اون میدانی که معمولا این مسابقه برگزار میشه تحت عنوان یک مسابقه هست در واقع و کسی که برنده میشه دیگه معمولا از در جسمی و توانایی دیگه تانسته دیگه گوی سبقت را از دیگران بره باید در واقع که بتانه لاشه بز را از آن خودش بکنه. عکس ها و تصاویر بسیار زیبایی هم هست در فضای مجازی از این مسابقه بزکشی که جزء آیین هایی است که خب در نوروز برگزار میشه. بسیار خوب، هم توانایی جسمی رو میرسونه و هم فن اسب سواری رو، چون باید فکر میکنم فن اسب سواری رو بسیار خوب بدونن. در این مسابقه بسیار عالی، بسیار عالی. در مورد همان کاغذ پران بازی و تخم مرغ جنگی هم فکر کنم برای کودکان هست اینها، درسته؟ بله. تو کاغذ پران بازی که خب واقعا دیدنی است، اما در ایران باد بادک میگن، در افغانستان کاغذ بادم میگن و کاغذ پرانم میگن و گودی پران هم گفته میشه. واقعا یک از بازی‌های زیبایی است که خب میبینی که یک عده جوان و نوجوان ایستادن و کاغذ پران یا باد بادک هایی که به شکل‌های مختلف و رنگ‌های مختلف هر کسی به شکلی بنا و ذوق و سلیقه خودش او را رنگ داده و درست کرده میستن و هر کدام با آسمان در واقع سعی میکنن که بادبادک خودشان رو کاغذ پران رو هوا بکنن و یک نوع رقابت است دیگه که از کیف سعی میکنن که بالاتر بره و بیشتر اوج بگیره. بعضی وقتا حتی رقابت به سمتی میره که ممکن است با این نخهای کاغذ پران که به هم دیگه گیر میتن سعی میکنن که یکی دیگر از میدان بیرون بکنه و در نهایت یک نفر باز در این مسابقه برنده میشه و
او هم شور و هیجان خاص خدا داره و واقعا دیدنیست. در مورد این تخم مرغ جنگی حقیقتش من خودم زیاد در جریان نیستم، یعنی حالا میدانم که دقیقا چطور میشه که تخم مرغ میتونن با هم دیگه به جنگ مندازن، یا خودش یک حس کنجکاوی رو برای ما ایجاد کرده. شنیدیم که جز بازی هایی هست که انجام میتن، ولی حالا میشه امتحان بکنیم خودمون که چگونه میشه این کار انجام داد. بسیار خوب، ممنونم از شما. فرمودید که یکی از عقایدی که در مورد نوروز وجود داره اینه که آغاز فرمانروایی حضرت علی، همچین چیزی فرمودید. در مورد نوروز، خب این یک جشنی است که در واقع تاریخچش قبل از دین اسلام بوده، اما شاید یکی از دلایل ماندگاری این آیین در واقع انعطافش بوده که تونسته با ادیان مختلف خودش رو منطبق بکنه، با عقاید مختلف، باورهای مختلف و افرادی که عقاید و باورهای مختلفی در سر تا سر جهان دارن این رو جشن میگیرن. این خودش یکی از فکر میکنم قدرت‌ها و قوت‌های این جشن باستانی هست، چون که در واقع با طبیعت گره خورده و انسان‌ها با هر باور و عقیده‌ای واقعاً این رو احساس می‌کنن، این نو شدن رو و نیاز به این حس نو شدن رو، عقیده خودشون رو در واقع منطبق می‌کنن بر این جشن زیبا و اون رو پاس می‌دارن. بسیار ممنون از شما. دقیقاً، یعنی ببینید که این کاملاً به علایق مردم ربط داره. مثلا شخصی مثل پدر من که خب خیلی علاقه‌مند هستن به حضرت علی علیه السلام و افرادی که یک علاقه قلبی و میل قلبی دارن، شاید بخواین که یک ارتباطی برقرار بکنن بین اون پدیده های طبیعی و اون علایق خودشان. وگرنه از نظر تاریخی همچنان که شما گفتین این قضایا با هم دیگه منطبق نیست. و ما نمونه های دیگه هم داریم، مثلا در افغانستان هر پدیده طبیعی شگفتی که باش روبرو میشن یا به رستم نسبت داده میشه یا به حضرت علی. مثلا ما در بامیان داریم دریاچه بند امیره که یک دریاچه بسیار زیبا و دیدنی و جزو واقعا شگفتی های طبیعت است. سطح های طبیعی که در این دریاچه مشاهده میشه و چند بند یا سد طبیعی هست که این در باورهای مردم که مراجعه بکنیم میبینی که این بندها یا سدها را به حضرت علی نسبت میدن. مثلا خود بند امیر اصلا به نام حضرت امیر نامگذاری شده. و یا پدیده های شگفت دیگه ای مثل یک حالت تخت سنگ بزرگی هست در شمال افغانستان، فکر میکنم در سمنگان، که این مربوط به حالا یا خوابگاه یا عبادتگاه بودایان بوده و این را به نام تخت رستم میشناسن مردم در افغانستان. پدیده های شگفت طبیعی که خب به خاطر اون علاقه‌ای که به اون شخصیت اسطوره‌ای دارن مردم نسبت میدن درش. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. برمیگردیم به آقای قربانی عزیز. بانو گفتن که چه مراسمی در افغانستان هست. اینجا هم پختن کلوچه، پختن یک نوع حلواهایی که انواع داره، که یعنی حلوای تخم مرغ میگفتن، حلوای گردو میگفتن، سوهان میگفتن و اینا خیلی مرسوم بود. تقریبا هر کسی به فراخور خودشی که از اینا رو برای عید تهیه میکرد، به خصوص نان و کلوچه که خب اون موقع قضا نون مردم هر کس به خودش پخت میکرد، مثل حالا نبود که نونوایی های باشه که مردم نونش از نونوایی تهیه کنن. بنابراین نون عید حتی مخصوص بود و واقعا یک مجموعه از مراسم است که در عید نوروز برگزار میشه. یکی از این بزرگترین مراسم و زیباترینش همون هفت سینه که اگر اجازه بدید مقداری راجعش من صحبت کنم. اگرم ببینید هفت سین، حالا این که این هفشین بوده یا هفسین یا هفچین، چون بحث هفچین میگفتن هفتا ظرف بوده یا هفتا چینی بوده، که اما از اونش بگذاریم، خود عدد هفت که عدد مقدسیه در میتراییسم و در فرهنگ ما و در خیلی از جای دنیا، از جمله ما میگیم هفت آسمان، هفت خانه رستم، در اون عرفان ما هفت شهر عشق. و این هفت وقت نگاه میکنیم مثل این که اون تو بود در ریاضی دو تا عدد داریم، عدد پی و مثلا عدد نپر ای. این عدد هفت در فرهنگ ما به خصوص یک عدد مخصوصیه که بسیاری از مسائل ما با این هفت چیز ارتباط داره. هفت روز، حالا هفت آسمان، هفت خیلی ما به هر حال اینجا داره. و این هفتسینی یا هفتینی یا هفتشین که حالا اگه هفتشین بوده که بعضی ارتباط دارن هفتشین بوده بعد از اسلام، چون یکی از اون شینا شراب بوده تبدیل شده به سرکه و هفتسین شده.
هر کدوم از این هفت سینام نماد یک چیزی هستن، از جمله خود سمنو یا همون که نماد زایش و باروریه که وقتی اون جوانه گندم زاد میشه، یا سیب که نماد باز باروری و نماد شادابیه، یا مثلا سنجد که نماد عشق و دلدادگی هستش، یا سبزه که رویدن و اون سرسبزی و ارتباط انسان با طبیعت نشون میده، یا سیر و سماق که در حقیقت یک چاشنی هستن برای غذاها، در انجام یه چاشنی هستن برای شادی. به هر حال این مراد چیز هفت سین هر کدوم از اینا واقعا ویژگی خاص خودش داره، یا سکه میذارن که معنی اون درآمد و افزایش درآمد و روزیشون هستش. و حالا جدا از اینا تخم مرغ معمولا رنگ میذارن که جدا از اون دیگه از اون هفت سین بالاتر بیش جدا است از هفت سین، بیش از هم اونم باز نشانه اون نطفه و اون رویش و اون ارتباط با زایش هستش. یا خب بعضی از خانواده‌ها به فراخور اعتقاد خودشان حالا یا کتاب‌های مذهبی مثل قرآن میذارن، یا یکی کتاب شاهنامه را میذارن، یا حافظ روی سفره میذارن، به هر حال حافظ خوانی میکنن مانند شب یلدا. این مراسمی است که واقعا مراسم شب نوروز، مراسم مدت نوروز بسیار متفاوته و بسیار یک مجموعه است که چندین نوع هستش. خیلی ممنون از شما استاد بیات. شما بفرمایید در مورد هفت سین اگر مطلبی دارید بفرمایید. و آیا در افغانستان هفت سین داریم یا بیشتر همون هفت میوه هست؟ اما در مورد هفت سین و هفت میوه، هفت سین البته در سالهای قبل در افغانستان کمتر مرسوم بود، بیشتر همون هفت میوه رایج بود که بیشتر البته جنبه پذیرایی را داره. و هفت میوه خشک، حالا کشمش، گردو که حالا در افغانستان چهارمغز و جوز هم گفته میشه برش، بادام، پسته، قیسی، انجیر، هفت نوع میوه خشکه. حالا سنجد هر کسی بنابرای ذائقه خودش ممکنه بس چیزا رو حذف بکنه یا اضافه بکنه. سعی میکنن که از شب قبل بخیسانن داخل آب و آب بسیار یک در واقع یک شربت بسیار خوشتم ازش به دست میاد که روز عید نوروز حالا در کنار کیک و کلوچه های سنتی و خانگی که درست میکنن خانم ها، معمولا با این شربت و این هفت میوه سعی میکنن که پذیرای مهمان ها باشن. و البته خب حالا با توجه به لوازم اسباب تکنولوژی روز که حالا تلویزیون هست و حالا فعلا گوشی ها هست و اگر آیین و رسمی هم باشه گسترده تر میشه و خصوص اگر زیبا هم باشه، در این سالها باز در افغانستان هم هفت سین واقعا زیباست و هفت سین هم رایج شده، بیشتر گسترش پیدا کرده. در قدیم بود کمتر بود ولی حالا و خصوص جوان ها بیشتر اهمیت قائل میشن و کوشش میکنن که حتما سفره هفت سین هم بگسترن. بسیار خوب، ممنونم. استاد قربانی اگر شما از جنبه دیگه صحبتی دارید بفرمایید. یکی از مراسم دیگر خیلی خوب نوروز که خیلی پسندیده هستش، تقریبا زمان بعد از روز آغاز نوروز اگر کدورتی بود، اگر دو خانواده دو فرد با هم قهر بودن یا خودشون میرفت، معمولا کوچکتره میرفت به عیادت اون بزرگتره و اونم دیگه اصلا نادیده میگرفت که اصلا اختلاف پرچه من بوده. یعنی اگر دعوایی بود شده بود، قهری بود، آغاز نوروز همه با هم آشتی بودن. و کاش یک روزی این مسئله را در سازمان ملل جا بیفته که آغاز نوروز کره زمین که سازمان ملل هم گفته جشن نوروز جشن کره زمینه، تمام کشورهایی که جنگ دارن اون روز اصلش نبذارن زمین و اون صلح که به معنی واقعی در فرهنگ ما وجود داره از نوروز در تمام جهان شکل بگیره. آرزوی اینو من دارم. به به، بسیار خوب. به امید اون روز. استاد بیات شما صحبت دیگری دارید؟ بله، ما نمیشه که از نوروز افغانستان حرف زد و از جشن ویژه‌ای که در مزار شریف برگزار میشن نگفت. در واقع مراسم اصلی و جشن اصلی که در مزار شریف برگزار میشه که خیلی کهن و باستانی هم هست و در تاریخ نوروز و در تاریخچه نوروز و یه حوزه تمدنی جایگاه ویژه داره، جشن برافراشتن یک پرچم یا علم یا حالا تحت عنوان همو واژه‌ای که در افغانستان به کار میره به نام جهنده، علم بسیار بزرگ و بلندی هست که پارچه های رنگارنگ و زیبا بهش وصل میکنن و نصب میکنن و روز اول سال او را بلند میکنن که بلند کردن از او باز تعداد افراد تنومند میخواید که او را بیاین بلند بکنن و تقریبا یک مراسم ملی افغانستانی که میتونیم بگویم بین المللی است
در طول سالهایی که البته ممنوعیت طالبانی نبود، همیشه غیر از اینکه افراد از ولایات مختلف افغانستان سعی میکردن که در روز اول سال خودشان را به این جشن برسانن، از کشورهای دیگه هم معمولا مهمان و مسافر می آمد و سعی میکرد که در این جشن حضور داشته باشه، جشن برافراشتن این علم که حالا دی در واقع میگن این یکی از تعبیرهای درفش کاویانی همین علم هست که برافراشته میشه و مردم با سلام و صلوات این پرچم رو بلند میکنن، این علم رو بلند میکنن و میگن که اگر براحتی علم برافراشته شد یعنی اینکه سال خوب آسان و انشالله پر از تسهیلات و امکانات و آرامش برای مردم هست. میگن اگر با سختی رفت بالا دیگه ممکن است که سختی های در انتظار مردم باشه، تعبیر مردم هست و مراسم ویژه است دیگه در افغانستان و با توجه باز به زیبایی های طبیعت مزار شریف، جشن گل سرخ هم در افغانستان در مزار شریف برگزار میشه که حالا این مراسم برافراشتن این علم مراسم ویژه‌ش هست و بعد از او تا 40 روز میگن مردم جشن دارن و طبیعت مزار شریف قسمی است که گل سرخ اونجا در در و دشت و کوه و صحرا و دوروبر و طبیعت مزار شریف زیاد می رویه و در واقع یک جلوه زیبا از رویش گل سرخ هست که دیدن داره و تماشایی هست و به همین خاطر جاذبه گردشگری داره و بسیاری ها به نام جشن گل سرخ می شناسن این مراسم را. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. من یک دو بیت از روح‌الامین امینی اضافه بکنم به صحبت های امشب ما. شاعر هرات که میگه که لطف غزل طولانی هست و میگه که من خراسان بزرگم که سه نیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسان ها را. این جلوه زیبای نوروز، این که همه ما را با وجودی که از هم بظاهر جدا کردند و مرز و مرزکشی کردند، اما نوروز دوباره خراسان ها را در هم می آمیزه و عطر و رایحه بهار دوباره دلهای ما را به هم دیگه نزدیک میکنه، هم کلام میکنه و ما را بر سر سفره و خوان گسترده نوروز میشنه. به به، چه شعر زیبایی، خیلی متشکرم از شما آقای قربانی عزیز. شاید بد نباشه که کوتاه هم در مورد 13 به در صحبت کنیم. جشن 13 به در که در حقیقت اون پایان جشنای نوروزی هن، هرچند که ما در هر ماه یک جشن داریم جدا از دیگر جشنای ملی، اما خود 13 به در جشن خاصی است. الفگر اون گره زدن گیاهان یا گلهای صحرا یا سبزیایی که برای شب عید ریختن دیگه، در حقیقت به مسن شدن، پیر شدن، اونا را دور میریزن و با اون میگن ما تمام اون بلاهایی که داشتیم دور ریخته شه، بعد اونا به قسمت میکنن نسبت به تعداد فرزندانشان، تیکه تیکه میکنن، میگن که مثلا اونا اگه 4 تا 5 تا فرزند دارن 5 قسمت یا حتی بیشتر میکنن. میشنویم از بانو اگر بفرماین. میخواستم با توجه به اینکه فرصت رو به پایان هست در مورد اشتراکات ایران و افغانستان بیشتر بگویم. نکته که خاص هست و حیف است که گفته نشه این است که ایران و افغانستان تنها کشورهایی هستند که تاریخ شمسی مشترک دارن، یعنی آغاز سالشان آغاز بهار است و آغاز نوروز، یعنی دقیقاً سال تحویل و سال نو ما ایران و افغانستان یکی هست. و البته افسوس بر این که تاجیکستان از این مجموعه جدا شده و کشورهای حالا آسیای میانه در واقع اونا همگی با تاریخ میلادی پیوستن، ولی خب باز خوشبختانه این حس خوب با ما هست که دو ملت همدل و همزبان ایران و افغانستان همچنان سال نو مشترک دارن، تقویم خورشیدی مشترک دارن و این خیلی حس خوبی داره. در یک زمان هر کدام از اهالی قلمرو نوروز، کسایی که سال نو نوروزی دارن و نوروز آیین و رسمشان هست، دقیقاً در یک لحظه سال نو را آغاز میکنن که فکر میکنم حالا شما دوستان که کشورهای اون طرف هستین، کشورهای اروپایی، سال نو میلادی ویژگی را نداره. درست است؟ یعنی اگر یک کشور
ممکن است که در یک ساعت وارد سال نو شده باشه، ممکن است که یک کشور دیگه همزمان همچنان در سال قدیم باشه، درست است؟ بله، 12 شب روز پیش از اول جنوری یا ژانویه گرفته میشه برای اون لحظه گذر از سال قبل به سال جدید و این در کشورهای مختلف در زمان مختلفی اتفاق میفته. بله، خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکرم از شما دوستان که افتخار دادید و امروز در کنار من بودید. تشکر. خیلی سپاسگزارم. شما خیلی زحمت میکشید و بانی این برنامه هستی. متشکرم از شما. ممنونم از شما. تشکر میکنم. تشکر استاد قربانی عزیز جان پاکدل. خیلی خوشحال شدم که در این روزهای مانده با آغاز سال نو تانستم هم صحبت شما باشم و این لبخندهای زیبای شما واقعا حس حال مرا تازه میکنه. خدا رو شکر که نوروز داریم، خدا رو شکر که فرهنگ و زبان مشترک داریم و فرهنگ و زبان واقعا ماندگار و دارای تاریخچه کهن و هر چقدر ازش بگوییم کم گفتیم. انشالله که سال نو بسیار پر از خیر و برکت و آرامش باشه برای همه ما، هر کدام از اهالی قلمرو نوروز و فارسی زبانان در هر جایی که هستن و زندگی میکنن. انشالله که سال بسیار خوبی در انتظار همه ما شما باشه. متشکرم. من هم نوروز رو به هر دوی شما عزیزان و همه بینندگان پیشا پیش تبریک میگم. زنده باشین. تشکر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.